برای 200 تن از خانواده های نیازمند در کندز مواد خوراکی و غیر خوراکی مساعدت صورت گرفت. مولوی شفیع الله جواد رئیس مبارزه با حوادث ولایت کندز میگوید که با تعداد 200 خانواده بیجا شده فقیر و متضرر که از اثر تحولات اخیر از ولسوالی ها و نواحی مرکز ولایت کندز بیجا شده بودند مساعدت صورت گرفت. وای همچنان می افزاید که این کمک ها شامل البسه زمستانی، جمپر، بود، بسکویت و غیره می باشد که به خانواده های نیازمند مساعدت شده است. دستی در چین دوست هیواد سخدی چیز مور گوانده هیواد دی او در 1500 کورو پا تعداد باندی مور دا توضیح لرو چی در 200 کورو پا تعداد باندی مخی دا توضیح کرده دا او دا لڑی با انشالله تر 1500 کورو نی پر دا غسی روانی او موږ دا توضیح چې کوو اول دقیقه سروي کوو د اوس دپاره زموږ چین دوست هیواد چې کومک یې زموږ سره 15 قلمه کومک کړی و چې په هغه کې زمستاني شان دي لکه کورتۍ دي، زنانۍ او مردانۍ بوټونه دي پشکې کې او بسکوټ دي او شیدې دي، دغسې شان دي چې هغه موږ ته راکړه سوي او د دقیق سروي نه وروسته د 1500 کورو دپاره موږ دا توضیح روانه کړې ده. از سوی هم شماری از خانواده های نیازمند از این گونه کمک ها ابراز خرسندی می کنند، اما می گویند این کمک ها بسنده نیست و خواهان کمک های بیشترند. موږ همدا رقم غواړو چې په راتلونکي کې څرنګه چې زمی هم سخت دی او سخت زمی مثال د اوس سخت زمی کې موږ قرار لرو چې خوراکي توکي، د سون توکي او داسې نور شیان هم موږ ته برابر کړي تر څو ځکه چې زموږ خلک له ډېرو ستونزو سره او ستونزو او کړاوونو سره اوس مخامخ دي. از موادی که دادن یک جهان تشکر، دیگه برای ما کفایت نمیکنه. 11 تا طفل ریزه داریم در خانه نان خور، دیگه کار و غریبی هیچ چیزی نیست. افغانستان بسیار در بحران کشیده شده، لطفا غم مردم غریبه بخورین. نه چوب داریم نه مواد غذایی داریم در خانه، دیگه از شما خواهش میکنیم که غم ما را بخورین. یک جهان از مواد دادگیتان تشکر. قابل یادآوری است که این کمک ها از سوی کشور چین برای باشندگان ولایت کندوز مساعدت شده و این کشور از زمان تغییر نظام در افغانستان کمک هایش را برای شهروندان این کشور افزایش داده است. میروای سمیری، تلویزیون اورانوس، کندوز.